سرخط خبر برگزار نمایشگاه محصولات و صنایع دستی بانوان در ولایت بامیان درگیری میان فرزندان محمد محقق باعث کشته شدن باقر محقق شد جایزه 11 میلیون دلاری برای بازداشت دو مقام ارشد القاعده و کمک 100 میلیون دلاری آمریکا به چین درود بر شما بینندگان محترم سرویس خبری تلویزیون بامیان مهمترین رویدادها امروز را با من قربان علی نوید بیننده باشید مشروع خبرها نمایشگاه محصولات و صنایع دستی بانوان در ولایت بامیان دایر گردید این نمایشگاه سوی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان با همکاری امریت صنعت و تجارت را اندازه شده و در آن دهاتن از بانوان بامیانی کالاهای محلی و سنتی بامیان را به نمایش گذاشتند. سیده مژگان مصطفی معین توریسم و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور هدف از راه اندازی جشنواره بازی های زمستانی و این نمایشگاه صنایع دستی را رشد صنعت گردشگری زمستانی در ولایت بامیان یاد کرده است. بانوان صنعتکار در ولایت بامیان نیز از راه اندازی نمایشگاه سوی حکومت استقبال کرده و میگویند با برگزار این نمایشگاه ها زمینه فروش و معرفی محصولات و صنایع دستی بامیانی ها برای سایر هموطنان فراهم میگردد. درگیری میان فرزندان محقق باعث کشته شدن باقر محقق شد. در نتیجه درگیری میان پسران محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه باقر محقق پسر بزرگتر او کشته شده است. عصمت الله خنجری از نزدیکان محمد محقق گفته است که حسین پسر کوچک محمد محقق که بیماری روانی دارد با باقر محقق برادر بزرگش به درگیری پرداخته است که در نتیجه این درگیری باقر محقق کشته شده است. آقای خنجری میگوید که بعد از کشته شدن باقر قطعات نظامی آمده و بر حسین تیراندازی کردند که در نتیجه این تیراندازی حسین زخمی و بازداشت شده. حسین در حال حاضر به شفاخانه منتقل شده است. جایزه 11 میلیون دلاری برای بازداشت دو مقام ارشد القاعده ایالات متحده آمریکا پاداش 11 میلیون دلاری را برای بازداشت دو مقام ارشد القاعده خالد سعید و سعد بن عاطف تعیین کرده است. برنامه پاداش برای اجرای عدالت وابسته به وزارت امور خارجه این کشور می باشد و در پیام تویتری نگاشته است که برای خالد سعید مبلغ 5 میلیون دلار و برای سعد بن عاطف 6 میلیون دلار جایزه تعیین کرده که القاعده تشکلات بین المللی نظامی و بنیادگرای اسلامی است که در دوران جنگ شوروی در افغانستان توسط اسامه بن لادن در شهر پشاور تأسیس شد. این سازمان در فهرست سازمان های حراس افغانی بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی از جمله شورای امنیت ملل متحد، ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفته است. و امریکا 100 میلیون دلار به چین کمک کرد در حالی که رقم مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس به 722 نفر رسیده است ایالات متحده به منظور جلوگیری از گسترش کرونا ویروس از کمک 100 میلیون دلاری به چین و سایر کشورها خبر داد مایک پمپو وزیر خارجه ایالات متحده در صفحه تویترش نوشته است با افتخار کمک 100 میلیون دلار اضافی از منابع مالی موجود را برای جلوگیری و حمایت از چین در مبارزه با کرونا ویروس اعلام میکنم. آقای پمپیو گفته است که این تعهد با صدها میلیون دلار معاونیت دیگر سکتور خصوصی آمریکایی نشان دهنده رهبریت قوی ایالات متحده در پاسخ به شیوع کرونا ویروس میباشد. این در حالی است که پیش از این واشنگتن گفته بود که چین به پیشنهاد کمک ایالات متحده پاسخ ارائه نکرده است. تا کنون بیش از 34500 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده است. با پایان این بخش سرویس خبری رسیدیم. تا روزی دیگر خدا نگهدار شما.